سرخط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. در حالی که رئیس جمهور ترامپ تا حال نتایج انتخابات را نپذیرفته است، انتظار می رود که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در این هفته برخی از اعضای کابینش را انتخاب کند. کنفرانس دو روزه کشورها و سازمانهای کمک دهنده به افغانستان تحت عنوان کنفرانس 2020 افغانستان امروز دوشنبه در ژنو به شکل مجازی آغاز گردید. و نخستین برنامه آموزش‌دهی بسته‌بندی و برداشت زعفران به زنان در ولایت غزنی آغاز گردیده است. بینندگان محترم تلویزیون آشنای صدای آمریکا سلام. امروز دوشنبه 23 ماه نوامبر سال 2020 می باشد و این برنامه همزمان در صفحه دری صدای آمریکا در فیسبوک نیز به نشر می رسد. دینا روزبه هستم و امیدوارم در طول برنامه بیننده ما باشید. کنفرانس جهانی دو روزه در ژنو تحت نام کنفرانس افغانستان در سال 2020 از امروز آغاز شده است که شرح این نشست را البته که به شکل مجازی هم اکنون در شهر ژنو جریان دارد، همکارم حسیب مودودی از کابل خواهد شنید و اینکه حکومت افغانستان با چه اولویت‌های وارد این کنفرانس شده و جهان چه شروطی را برای افغانستان در بدل دریافت امدادها تعیین کرده است. از سوی دیگر در واشنگتن چه می‌گذرد؟ در حالی که آقای بایدن انتظار می‌رود که اعضای کابینه خود را تا فردا اعلام کند، رئیس جمهور ترامپ تا کنون نتایج این انتخابات را نپذیرفته. آقای احمدی را از مقابل امارت کانگرس با خود داریم تا شرح تحولات در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را تقدیمتان کنند. امیدواریم که در طول برنامه با ما باشید. طوری که شنیدید، کنفرانس روی اعانت‌دهی به افغانستان و تعهد مالی که در او کشورها و سازمانهای اعانت‌دهنده به افغانستان به شکل مجازی شرکت کردن از امروز در ژنو آغاز شده. رئیس جمهور غنی در خطابه که در این گرده همایی داشت روی اجماع منطقوی تاکید کرد و از سوی دیگر جهان در شرط مهم را بر افغانستان تعیین کرده که امداد را هم مشروط به رسیدگی به این شروط مشخص ساخته. شرح بیشتر تحولات و آنچه را در روز اول کنفرانس گذشت در گزارشی از همکارم جیلا نوری مشاهده میکنید. در نخستین روز کنفرانس کشورها و سازمانهای کمک کننده برای افغانستان که به میزبانی فنلند، افغانستان و ملل متحد در ژنو آغاز شد، مقامات افغان بر تعهد کابل برای برقراری صلح، کاهش خشونت‌های طالبان و نقش زنان افغان در روند صلح افغانستان تاکید کردند. با ما همکاری کنید تا یک چارچوب منطقوی را که باعث تامین صلح و ثبات سیاسی در منطقه شود و آن را تضمین کند رشد دهیم و تهدیدات شبکه‌های دهشت افغانی، سازمان‌های جنایی و سایر تهدیدات را در برابر منطقه از بین ببرد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان گفت که با وجود رهایی هزاران زندانی طالبان از بند حکومت افغانستان، این گروه هنوز هم خشونت‌ها را کاهش نه بلکه افزایش داده است. با آنکه بر اساس گزارش‌ها اختلافات میان هیئت‌های مذاکره کننده در دوحه حل شده و مذاکرات مستقیم میان دو طرف به زودی آغاز خواهد شد، معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در نشست ژنو گفت که مذاکرات صلح با طالبان در دوحه در حال حاضر با مشکلات زیاد مواجه است. با آن هم او اظهار امیدواری کرد که این مشکلات قابل حل است. علاوه بر تأثیرات ویروس کرونا و مهمتر از همه، کوتاه نظری طالبان یک مسیر مشکل و پرخم و پیچ است. اما با ادامه صحبت‌های معنادار خود در مذاکرات با طالبان تا پیشرفت صورت گیرد و هدف مشترک را به دست آوریم، این مسیر یقینی برای به دست آوردن صلح است. رولا غنی، بانوی نخست افغانستان که از سخنرانان دیگر این کنفرانس بود، بر حفظ دستاوردهای زنان افغان تاکید کرد، دستاوردهایی که در حدود دو دهه گذشته کسب شده است. خانم غنی همچنان گفت که در گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان، دستاوردهای زنان در حدود دو دهه گذشته باید حفظ شود و در این روند به زنان سهم بیشتر داده شود. در ارتباط با مشارکت زنان به ما اطمینان داده شده است که طالبان ممکن زمینه تعلیم و خدمات سیرا فراهم خواهند کرد. اما در میان ما کسانی که 25 سال قبل در دوران تحت رهبری طالبان زندگی می کردن برای ما می گویند که حتی در آن زمان نیز چنین تعهدات برایشان داده می شد، ولی هیچگاه عملی نشد.
در این حال میشل بشلت کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر نیز خواهان مشارکت معنادار زنان افغان در روند صلح افغانستان شد و بر حمایت از حقوق آنان تاکید نمود. خانم بشلت افزود که برقراری صلح در افغانستان خواست همه است و در این روند باید حقوق اقلیت‌ها و قربانیان جنگ نیز حفظ گردد. مقام‌های افغان گفتند که در این کنفرانس نمایندگان حدود 80 کشور بیشتر به گونه آنلاین اشتراک خواهند کرد. آنان در مورد کمک‌های مالی آینده به افغانستان تصمیم می‌گیرند. فنلاند یکی از میزبانان کنفرانس است که گفته است کنفرانس امسال از کنفرانس 4 سال گذشته متفاوت بوده و یکی از تغییرات عمده مرور کمک‌ها از 4 سال به 1 سال خواهد بود. نماینده ویژه فنلاند در این کنفرانس در مصاحبه با صدای آمریکا نیز گفت که در این کنفرانس میزبانان از جامعه کمک کننده خواهند خواست تا برای کمک در بخش مساعد ساختن زمینه برای صلح افغانستان حمایت مالی کنند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. کنفرانس دو روزه در ژنو برای کسب امداد برای افغانستان در حال دایر شده است که تحلیلگران در افغانستان نگرانند که کاهش و کمبود امدادها می تواند دامنه فقر را در افغانستان گسترش دهد. از سوی دیگر ایالات متحده با استقبال از این کنفرانس از تعهد طویل المدت به سمت افغانستان خبر داده است. شرح بیشتر تحولات و واکنش ها به این نشست را از همکارم حسیب مودودی می شنویم که مکنون از کابل از طریق اسکایپ با ماست. آقای مودودی با سلام، کم بیشتر روی واکنش ها در افغانستان معلومات بدهید، در حالی که امروز در روز اول این نشست خطابه های هم ایراد شده و گفته میشه که شروط هم برای حکومت افغانستان از جانب جامعه آنندنده تعیین شده. با سلام بر شما خانم رزبه و بیننده های عزیز. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل همچنان گفته که در جمع کشورهای کمک کننده به افغانستان پیوسته و پیشرفت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 19 سال گذشته در افغانستان را به رسمیت بشناسه و از پیشرفت افغانستان به سوی صلح هم استقبال میکنه. سفارت ایالات متحده آمریکا همچنان گفته که برای اطمینان از حصول برای اطمینان از پیشرفت افغانستان به سوی صلح با پشتیبانی از افغانستان ادامه خواهد داد و با مردم و نهادهای افغانستان همکاری در جهت ایجاد پاسخگویی حکومتداری خوب و همچنان حاکمیت قانون همکاری خواهد کرد. طالبان هم امروز واکنش داشتند در خصوص نشست ژنو درباره افغانستان. طالبان گفته که استقبال کردن از نشست ژنو و از کمک هایی که قرار است برای 4 سال آینده با افغانستان اعلام شود استقبال کردن و گفتند که آماده همکاری با نهادهای جهانی در قسمت مصرف مؤثر و شفاف کمک ها هستند. طالبا در اعلامیشان گفتند که با وجود که در 19 سال گذشته کمک های زیاده با افغانستان صورت گرفته، اما موجودیت فساد و همچنان حیف و میل پول ها سبب شده که تغییرات بنیادین و اساسی در بخش های آموزش و پرورش، ارائه خدمات صحی و توسعه زیرساخت های اقتصادی افغانستان صورت نگیرد. قبلا مقام های افغان گفته بودند که در نشست ژنو درباره افغانستان ممکن که کمک های جامعه جهانی به افغانستان کاهش پیدا کنه، آنچه که به باور آگاه ها کاهش کمک ها در شرایطی که ویروس و کرونا اقتصاد افغانستان را آسیب رسانیده، ممکن که کاهش کمک ها سبب گسترش فقر شود و فقر یکی از عوامل افزایش جنگ و ناامنی هاست و میتونه که خیلی از جوان ها را به نارضایتی از حکومت و مردم از به نارضایتی از حکومت بکشانه و میزان وفاداری به نظام را کاهش بده و حتی این میتونه که سبب تقویت صفوف گروه هایی شود که علیه دولت افغانستان میجنگند. در روز اول نشست ژنو در سوئیس 4 پروگرام یا 4 برنامه برگزار شد که برنامه اول در قسمت صلح افغانستان بود که در این برنامه اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان هم صحبت کردن. استفایش آقای محمد علی فتمر وزیر خارجه افغانستان که اکثر کشورهای اشتراک کننده خواهان ختم جنگ و رسیدن دو طرف و یک توافق سیاسی و آتش بس شدن. پروگرام دوم در قسمت همکاری های منطقه‌ای بود که رئیس جمهور افغانستانی برنامه در برنامه صحبت کرد و گفت که چگونه افغانستان میتونه که عامل افزایش همکاری های منطقه‌ای شود و چگونه میتونه که حتی در رشد اقتصادی افغانستان مؤثر واقع شود. برنامه سوم در مورد فساد بود و برنامه آخرم در قسمت انکشاف اقتصادی افغانستان و مسئلات کمک ها. ما گزارش آماده کردیم که تاجتان رو با انجام میکنیم.
نشست ژنو درباره افغانستان یکی از نشست‌های مهم است که شرکت کنندگانش تعهدات مالی خود را برای 4 سال آینده افغانستان اعلام می‌کنند. اما شایعه ویروس و کرونا و آنچه ناکامی حکومت در مبارزه با فساد خوانده می‌شود، به باور آگاهان ممکن است که به کاهش کمک‌های جامعه جهانی به این کشور بیانجامند. ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی و حکومت افغانستان توافق کنند که برای دولت‌سازی گام‌های بنیادی را اتخاذ خواهند کرد و مشکلات جدی که بین قوای سه‌گانه وجود دارد در قسمت حسابدهی نهادها و سه قوا در بین خود اقدامات لازم روی دست گرفته شود. در این نشست بر بنیاد استراتژی ملی سال و انکشاف افغانستان، حکومت در سه گزینه خواهان ادامه کمک ها خواهد شد: تداوم کمک سالانه 3 میلیارد و 800 میلیون دلاری به افغانستان، کمک غیر نظامی 2 تا 3 میلیارد دلار در هر سال به افغانستان و یا بیش از 16 میلیارد دلار کمک نظامی و غیر نظامی برای 4 سال آینده به افغانستان. امکان از اینکه حکومت افغانستان بتانه جامعه جهانی را در کنفرانس جنیوا قناعت بده که ادامه کمک ها به افغانستان بتن به اندازه کافی وجود داره. حکومت افغانستان این آمادگی را داره، ولی ای که قناعت جامعه جهانی به ای حاصل شوه که آیا به افغانستان ادامه کمک ها بتن نتن، فکر کنم جامعه جهانی منقسم شده. به این معنی که یک تعدادی از کشورها و بلاک هایی از کشورها شاید به کمک های خود از افغانستان ادامه بتن، ولی یک تعداد دیگی از کشورها ممکن که کمک های خود به اندازه قابل ملاحظه کاهش بتن. پیشتر مقام‌های افغان نیز گفتند که در نشست ژنو برای افغانستان ممکن است که میزان کمک‌های جامعه جهانی به این کشور کاهش یابند. اما برخی از تحلیلگران از تبعات ناگوار کاهش کمک‌ها بر صلح و جنگ افغانستان هشدار می‌دهند. این سر مسئله مربوط به تداوم جنگ که جوان‌ها برای نه بر اساس ایدئولوژی بلکه به دلایل فقری را که تهدید میکنن، اینا به صفوف دشمن خواهد پیوست. یک مورد. مورد دیگر فرار جوانان از افغانستان به کشورهای دیگری خواهد بود. همزمان با تجدید خشونت‌ها در افغانستان و متزلزل شدن مذاکرات صلح با گروه طالبان، در اولین روز نشست ژنو درباره افغانستان، حکومت و متحدان جهانی افغانستان بر لزوم کاهش خشونت‌ها و حفظ دستاوردهای این کشور تاکید کردند. در همین حال ایالات متحده که از بزرگترین کمک کنندگان افغانستان است، گفته که به پشتیبانی از افغانستان برای اطمینان از پیشرفت معنادار و پایدار این کشور به سوی صلح ادامه خواهد داد. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل. قبل از آن که تحلیل اهمیت نشست را با وزیر مالیه افغانستان در میان گذاشته و تحلیلشان را داشته باشیم، به خبری که مکنون به دستم رسید و باز هم مرتبط به این کنفرانس است توجه کنید. یانز استالتنبرگ، مشی عمومی ناتو، گفته است که ماموریت آن سازمان در افغانستان ادامه یافته و به گفته وی سربازان ناتو به حمایت از نیروهای افغان ادامه خواهند داد. آقای استالتنبرگ امروز در 66مین جلسه شورای پارلمانی ناتو صحبت میکرد، گفت که هیچ یک از متحدان نمیخواهند که دیرتر از ضرورت در افغانستان بمانند، ولی افزود که نمیتوانیم این خطر را بپذیریم که افغانستان یک بار دیگر به سکوی برای دهشت افغانان مبدل شود. مرشی عمومی ناتو همچنان با اشاره به تصمیم واشنگتن مبنی بر کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان و شورشگری داعش در آن کشور گفت که ناتو نمیتواند به داعش اجازه دهد که افغانستان را مرکز خلافت تروریستی خود سازد. طوری که شنیدید، در نشست در جریان افغانستان در سال 2020 یا که در ژنو البته دایر شده و روی هدف تعهد جان به سمت افغانستان است، تاکید جامعه جهانی آینده روی شفافیت در حکومتداری و مبارزه با فساد است. سفیر بریتانیا که در این نشست صحبت میکرد تاکید کرد که باید کسانی که در افغانستان به فساد مبادرت میورزند به شکل جدی با آنها برخورد صورت گرفته و حتی سرمایه هایی را که اینها از طریق فساد به دست آوردند از جانب حکومت غصب گردد. شرح بیشتر تحولاتی را که در روز اول این نشست تاکنون در ژنو اتفاق افتاده با مهمان این ساعت برنامه در میان گذاشته و برداشت ایشان را در این قبال تقدیم شما میکنیم. محترم آقای عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه افغانستان، از طریق اسکایپ و از کابل با ما هستند. آقای ارغندیوال، ممنون و سپاس فراوان که در یک روز بسیار مصروف کاری وقت خود را در اختیار تلویزیون آشنای صدای آمریکا قرار دادین. طوری که در گزارش ها شنیدین، جهان 10 شرط را این بار برای افغانستان تعیین کرده برای دریافت اعانه و شفافیت در حکومتداری از تاکید یا محور اصلی تاکیدهای جامعه جهانی برای تداوم کمک به افغانستان است. کمی بیشتر روی شروط
معلومات بتین، چون حکومت افغانستان هم گفته میشه که از اون استقبال کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر خانم رضوی از وقت دادن ما برای بحث کردن روی قضای افغانستان. یک کوچک یک اسلام میخوایم بیارم که من از ژنو صحبت میکنم خدمت شما، نه از کابل. شرایط را که جامعه جهانی در امروز در بحث‌های زمینی که موجود بود مطرح کرده بودند، به نظر من تمام شرایط مناسب و خوبی بوده که باید در اصلاح آینده نظام در افغانستان و حکومتداری در افغانستان ای باید انجام شود. و ما منعیس وزیر مالی افغانستان هم ای را جدا استقبال میکنیم و در جهت تحقق امو اهداف مشترکان کار خواهیم کرد. تأکید کردین که از ژنو با ما هستین، اهمیت بودن شما در برنامه هنوز هم دو برابر شد، چرا که از محل تدویری کانفرانس با ما هستین. برمیگردیم به موضوع فساد اداری. افغانستان یکی از کشورهایی است که اکثر وزارتخانه‌های از او، اکثر مقامات برحال، مقاماتی که در حکومت سابق کار میکردن، اکثر از اینا با اتهامات فساد مواجه شدن و وزارت مالیه هم مبرا از این نبوده. وزرای سابقی که در اونجا ایفای وظیفه کردند، برخی از اون اتهامات فساد علیشان هست. شما من حیث وزیر تازه وزارت چه پلان هایی را برای آوردن اصلاحات در وزارت مالیه روی دست گرفتیم و به نظر شما این تعهد جهانی را که جهان از افغانستان میخواد در عرصه مبارزه با فساد، آیا حکومت قادر به عملی ساختن از او هست یا خیر؟ من انشاءالله از وزارت مالیه خدمت شما عرض میکنم که ما دو بخش داریم در وزارت مالیه. یعنی یک بخش عواید است که از گمرکات و تکس و اینا مالیات به وجود میاد و بخش دوم چگونگی مصارف است. ما در بخش عواید هم خواستیم که در گمرکات افغانستان سیستم حاکم شود که جلب فساد گرفته شود و این سیستم ما از ترازوهای که در گمرکات نصب میکنیم و بعدا اسکنر ماشینایی را که جنس اسکن میکنه و اینا همه با کامپیوترهای ما که در دفاتر ما موجود است با اونا وصل است و مرکز هم با مرکز هم وصل می باشه که کسی نمیتونه تغییر جنس بکنه و یا ای که اجناس از گمرک بدون محصول خارج بکنن، که انشاءالله در این کار ما جریان داره و صرف اسکنرها مانده. بله آقای ارغندیوال، طالبا از نشست ژنو استقبال کردن ولی در حالی است که باز هم جامعه اعانه دهنده تاکید میکنه که تمام امدادی که به افغانستان داده میشه مشروط است و یکی از شرطهای از اونا در قبال طالبان است که اگر طالبان بازگردن احترام به حقوق اقلیت‌ها، احترام به حقوق زنان، احترام به معیارهای دموکراسی مانند آزادی بیان شروط است که اینا تعیین کردن برای تداوم تعهد به سمت افغانستان. به نظر شما ای تا چه اندازه میتونه اولا پروسه صلح را تسریع ببخشه و دوما یک تاکید باشه در حفظ این معیارها در افغانستان؟ ما امیدوار هستیم که همه جهت ها در جهت تحقق همه اهداف جدی و باثبات و متحد باشند و طالبان هم منعیست افغانا باید در رابطه با قضایای افغانستان از دید واقع بینانه عمل بکنن و ما خودمان نظر جامعه جهانی را در این رابطه تایید میکنم و تا جایی که ما در کنفرانس بودیم و در این چند مدت سه ماهی که در این رابطه کار میکردیم، نظریات جامعه جهانی در قبال قضایای افغانستان و به خصوص در رابطه با کمک ها مثبت بوده و با وجود از اینکه ما میدانیم که مرض کرونا که در جهان آمده اثرگذار بوده بالای اقتصاد جامعه جهانی، ولی روی هم رفته ما تا جایی که با همه جناح در تماس بودیم از بابت کمک ها زیاد تشویش نداریم و کمک ها انشاءالله که به افغانستان انجام خواهد شد. هم در حال به افغانستان تعهد میشه که خبر خروج عساکر است، طوری که خبری که ما داشتیم ناتو هم بیان داشته که با درک شرایط ممکن عساکر تدریجا خروج خود را آغاز کنند. به نظر شما این چه تأثیری را میتونن روی موثریت کمک ها بگذاره اگر حضور نظامی کشورهایی که در بخش امنیت افغانستان را حمایت میکنن کاهش پیدا کنند؟ بالاخره افغانستان باید روی پای خود بیسته. تا چه زمان منتظر از این باشیم که دیگرها برای ما کمک کنند؟ به خاطر از این است که برنامه
که ما برای آینده در نظر گرفتیم که افغانستان تا سال 2025 باید که از تمام مصارف بودجه داخلی خود یا بودجه عادی باید از کمک های از منابع داخلی خود افغانستان تمویل شود، چی در بخش نظامی است و چی در بخش ملکی است. از این خاطر ما باید که برای از این آمادگی داشته باشیم و این آمادگی باید جدی دنبال شود که ما هم در بخش مبارزه علیه فساد میخواهیم که کار صورت بگیره و هم که در بخش عواید است و همچنان در بخش مصارف و چگونگی نظارت از افغانستان و چگونگی مصرف هم باید جدا ما نظارت بکنیم تا بتانیم که جلو فساد بگیریم و آینده افغانستان بودجه عادی را ما خود. سپاس از شما آقای ارغندیوال، باز هم که وقت خود در یک روز بسیار مصروف کاری در ژنو در اختیار تلویزیون آشنای صدای آمریکا قرار دادین. امیدوار هستیم که فردا که روز نهایی کنفرانس هست، باز هم اگر امکان داشته باشد تحلیل را از شما در قبال دستاوردی کنفرانس داشته باشیم. ممنون و سپاس. می‌پردازیم به تحولات در واشنگتن و در قبال انتخابات ریاست جمهوری در این کشور. در حالی که قرار است در طول این هفته جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده اعضای کابینه خود را معرفی کند و احتمال می‌رود که وی آقای انتونی بلینکن را من حیث وزیر خارجه خود انتخاب کند، رئیس جمهور ترامپ تا کنون پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری نپذیرفته است. شرح بیشترین تحولات را از همکار ما آقای محمد احمدی می‌شنویم که از مقابل امارت کانگرس با ماست. آقای احمدی، ابتدا کمی در مورد کابینه احتمالی آقای بایدن معلومات بتن و ای که تاکنون آقای ترامپ چه واکنش هایی را در طول روزهای گذشته داشته. خانم روزبه، سلام به شما و بیننده های گرامی. اداره انتقالی که مربوط به انتقال ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب جو بایدن به قصر سفید به تاریخ 20 جنوری هست، در وبسایت رسمی خودش 6 عضو کابینه آقای بایدن را معرفی کرده که در این اعضای کابینه وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی، رئیس امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا، نماینده خاص آمریکا در ملل متحد و همچنین نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور اقلیم معرفی شدند. در این میان 2 زن هست و 4 مرد هست. افرادی که برجسته است وزیر خارجه ایالات متحده معرفی شدن انتونی بلینکن هست که با سابقه کار دیپلماتیکی زیادی طی 3 دهه گذشته در ایالات متحده داشتند، معاونه وزیر خارجه در دوران ریاست جمهوری آقای اوباما بودند و دوره‌های مختلفی را در همچنین در کانگرس در بخش پالیسی خارجی کار کردند و همچنین در قسمت نماینده خاص ایالات متحده آمریکا یک آمریکایی آفریقایی تبار هست، یک خانم هست و در آقای جان کری که وزیر پیشین خارجه ایالات متحده آمریکا بود در دوران آقای اوباما و حیث نماینده خاص ایالات متحده در امور اقلیم معرفی شده، چون آقای کری خودش از امضا کنندگان معاهده اقلیم پاریس بود در سال 2015 و همچنین میانجیگری در سایر مسائلی که در امور حفاظت محیط زیست بود. تا به حال در ارتباط با معرفی این تعداد از اعضای کابینه آقای بایدن که جمهور پیش بینی شده منتخب هست از سوی قصر سفید تا بال امروز بروز نکرده و یادآور میشم که قرار است آقای بایدن فردا رسما معرفی بکنه تا ابلاغ شود، اما بر روی وبسایتش امروز به نشر رسیده. جزئیات بیشتر در این ارتباط و موانعی که اداره ریاست جمهوری منتخب بایدن پیش رو داره در معرفی ازی در این گزارش ترتیب کردیم. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا همچنان در حال آمادگی گرفتن برای آغاز کار در قصر سفید به تاریخ 20 ماه جنوری است. به انتظار می رود که او این هفته برخی از اعضای کابینه‌اش را اعلام کند. اما ناامیدی در میان دموکرات‌ها به خاطر عدم ارتباط وجود دارد.
زیرا دونالد ترامپ رئیس جمهور به هر حال با نتایج انتخابات مخالفت دارد. یک مسئله مهم رسیدگی به موضوع ویروس کرونا می باشد. در روند انتقال ما دسترسی به مقام های اداره مربوطه نیست تا در پیشرفت پلان های ما کمک کند و تمرکز زیاد روی پلان تهیه واکسین است که در روزهای نخست ریاست جمهوری بایدن مهم خواهد بود. ما به این پلان هیچ دسترسی نداریم. یافتن یک پلان ملی برای توزیع واکسین حالا در صدر اولویت است. مدرنا و فایزر دو شرکت دواسازی هفته گذشته گزارش دادند که آزمایشات تولید واکسین کرونا آنها نشان داد که بیشتر از 90% موثریت دارد. فایزر جواز اضطراری در ایالات متحده را تقاضا کرده است و مدرنا گفت که جواز اضطراری را تقاضا خواهد کرد. دکتر منصف سلویی مشاور برنامه ترامپ در توسعه واکسین گفت تیم ترامپ حاضر است واکسین ها را طی 24 ساعت بعد از تصدیق انتقال دهد. اما دکتر منصف سلویی مشاور برنامه ترامپ در توسعه واکسین علاوه کرد که او نگران است که معلومات نادرست ممکن باعث شود برخی آمریکاییان در مورد دریافت واکسین بی‌علاقه باشند. من در مورد تردیدی که وجود دارد بسیار نگران هستم و فکر می‌کنم این مایه تأسف است، زیرا این کار تحت تأثیر کار سیاسی قرار گرفته است. ما بسیار سخت با شرکت‌ها و هزاران نفر برای ساختن و آماده کردن این واکسین کار کردیم. بر طبق ارقام پوانتون جانز هاپکینز در ایالات متحده آمریکا بیشتر از 12 میلیون نفر به ویروس کرونا مصاب شدند و 256 هزار نفر جان باختند. اینکه این وضعیت سیاسی جاری چگونه بر کار تهیه واکسین تأثیر خواهد گذاشت در آینده معلوم خواهد شد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن. دهان ما خارج میشه ویروس کرونا را به سایرین انتقال میده. با رعایت نکات صحی از ابتلای سایرین به ویروس کرونا جلوگیری کنید. و دیگر نزدیک نشین، فاصله 2 متر مراعات کنید و کسایی که سرفه میکنن از اینا دور باشید. اگر افرادی که سرفه میکنن و یا هم عدسه میزنن شما با اونا نزدیک میشن، احتمال داره که اونا ویروس را به فضا پراکنده کرده باشن و شما او را تنفس بکنن و مریض شن. قبل از پوشیدن ماسک روی دهن و بینی فراموش نکنید. دستان خود را با آب و صابون بشویید یا اینکه با مواد ضد عفونی پاک نمایید. بین ماسک و صورتتان فاصله نباشد و خالیگاه نداشته باشد. دستتان برای ماسک نزنید و اگر دستتان به ماسک خورد با آب و صابون دستتان هم بشوید. برنامه را با گزارشی از افغانستان ادامه می دهیم. ریاست زراعت ولایت غزنی خبر می دهد که برای اولین بار پروسه و یا یک دوره آموزشی را برای بسته‌بندی و تصفیه زعفران برای زنان آغاز کرده است که امیدوار است از این طریق فرصت مشاغل برای زنان در این ولایت فراهم گردد. شرح بیشتر را در گزارشی از آصف حسینی مشاهده می کنیم. رونق بازار زعفران زنان غزنی را به کشت و پروسیسینگ علاقمند کرده است. اصل هدف ما و شما امروز پروسیس است. ریاست زراعت هم در یک دوره آموزشی برای 42 زن شیوه کشت، برداشت و پروسس زعفران را آموزش می‌دهد. مسئولان بخش ترویج زراعت می‌گویند که زنان می‌توانند در صحن حولی خانه‌هایشان زعفران کشت کنند. تا حالا بیشتر زعفران در این ولایت به صورت غیر معیاری خشک و پروسس می‌شد، اما قرار است این زنان بعد از این به صورت معیاری گل زعفران را بچینند، پس از سره و ناسره کردن آنها برای فروش بسته‌بندی کنند. زعفران، کشت زعفران یاد بکنید، چه قسم کشت میشه، چه قسم چینده میشه، چه قسم خشک میشه، این چیزا رو امروز یاد گرفتیم. خواسته ایم که حکومت به این باره مردم کمک کنه، کشت زعفران بلده کسایی که بیکارن خوب شغل کاری هست. کشت زعفران در غزنی نتیجه مثبت داده است. پیش بینی می شود که امسال 15 کیلو زعفران در غزنی برداشت شود. به گفته مقامات نسبت به سالهای گذشته دو برابر افزایش را نشان می دهد. ریاست زراعت تلاش می کند که برای زنان در این بخش زمینه شغل ایجاد شود.
برای زنان زراعت بشک در بخش زعفران میتونن نیا فعالیت کنن، میتونن قطعات نمایشی برای زنان توزیع کنیم که خود شنا اینا کشت کنن و به شکل عملی اینا تجربه حاصل کنن و کاشت و برداشت کنن و از این طریق زعفران میتونن اقتصاد خودش را بالا ببرن. 25 جریب زمین در غزنی امسال زعفران کشت شده و برای نخستین بار یک شرکت خصوصی نیز در بخش پروسس و بسته‌بندی معیاری آن سرمایه گذاری کرده است. در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار گرفتیم، ولی در نیم ساعت بعدی و به زبان پشتو همکارم شایسته